دجال و امام. دجال هر مذهب و مکتبی از بطن خودش پدید می آید و اتفاقا از نزدیکترین حد وجود آن صاحب مکتب و به واسطه مشاهدات و آموزه های درجه اول و عالی آن مذهب رشد می کند. دجال موسی علیه السلام سامری بود که یک دانشمند بود. دجال مسیح علیه السلام یهودا بود که از حواریون بود و او هم تحصیل کرده ترین حواری مسیح بود. دجال محمد صلی الله کسانی چون ابو جهل، ابو هریره، کعب الاحبار و ابو موسی اشعری بودند که جملگی از اصحاب نزدیک رسول و از جمله با سواد ترین اصحاب بودند. دجال علی علیه السلام هم امرؤاس بود که او هم یک فیلسوف بود و از بطن اصحاب صوفه رشد نمود. در واقع دجال هر مذهب و مکتبی کسی است که صورت آن آیین را می‌گیرد و در بطن آن دقیقاً ضد آیین را می‌پرورد. پس باید فردی بسیار باهوش باشد. دجال همان مکتب ضد مکتب است. به بیان دیگر دجالیت هر اندیشه و راهی همان فرمالیزم محض آن است که به انواع حیله ها آراسته شده و مردم را می فریبد. دجالیت همان مادیت و دنیویت محض یک مکتب است. مثلا دجال حکمت سقراط ارسطو بود یا دجال فلسفه فویرباخ و هگل هم مارکس بود. صورت مجلل می شود و سیرت واژگون می گردد. مثلا دجال عرفان اسلامی تصوف فرمالیستی و نمادین است. دجال هر اندیشه ای جسمانیت محض آن است. در قلمرو معانی و ارزش ها هم این قاعده جاری است. مثلا دجال رستگاری امروز لیبرالیسم است. دجال عدالت هم دموکراسی است و همسانسازی. دجال عشق هرزگی است و کلن دجال معنویت هم هنرهای مدرن می باشد، همانطور که دجال حکمت فلسفه است. و دجال انسان مدرنیز آدم الکترونیکی است. دجالیت صنعت و تکنیکی است که می خواهد تقدیس شود. بشریتی است که دعوی الوهیت می کند.